سلام. سلام. ببخشید من تر شدیم. قبل از اینکه بریم سر اینکه شما چه کارهایی بلدی و چه کارهایی کردین، من یه سری توضیحات راجع به این کار بدم بهتون. این شغل فقط یه شغل نیست. انشالله اگه قسمت بشه و شما اینجا مشغول به کار بشین، تبدیل میشه به مهمترین شغلی که تو زندگیتون داشتین. این شغل هم مثل شغلای دیگه نیاز به مهارت‌های خاص خودش داره. اولین مهارتی که شما توی این کار خیلی نیاز دارید بهش تحرکه. شاید در تمام طول ساعتی که توی این کار هستین شما یک دقیقه هم نتونید بشینید. میتونم بپرسم این کار حالا چند ساعت بعد؟ کل ساعت هفته میشه چند ساعت؟ اونطوری که نمیشه، خیلی ممکنه. فکر نمی‌کنم بتونم اینقدر درست هر پا وایستم. حالا بزنین تا آخر من بهتون شرایط لازم رو بگم. باشه، ممنونم. این کار به یه آدمی نیاز داره با دایره صبر خیلی بالا. آدمایی که شما باشون سر کار دارید آدمای بسیار حساسین و نیاز به توجه شما دارن. صبح تا شب باید بهشون خدمت کنید و شب شاید همون آدما ازتون بخوان تا صبح باهاشون بیدار بمونید. نمیشه که اینطوری. باید بشه. شاید همون آدمی که شما دارید بهش سرویس میدید سرتون داد بزنه، ولی هیچی نباید بگید. ما در واقع دنبال فردی هستیم که آشپزی، پزشکی، حسابداری، نمیدونم پرستاری، همه اینا رو از بر باشه. و این شرایط تو آگهیتون نبود اصلا. خب دیگه برای همین خواستیم بیاد اینجا که اینا رو بهتون توضیح بدیم. شاید اون آدمایی که شما باهاشون سر و کار دارید ازتون یک لحظه سرویس پزشکی بخوان، یک لحظه سرویس پرستاری بخوان، یک لحظه سرویس آشپزی بخوان، یا شاید همه رو یک جا. ببخشید مثل بیگاری کشیدنه تا کار کردم. ببخشید البته من اینجا. نه خواهش می‌کنم، میتونه بیگاری کشیدن هم باشه. هر اسمی که شما تیلوش بذارید. شما باید بتونید توی محیط خیلی خیلی بی‌نظم کار کنید. همون محیط رو مرتبش بکنید و همون آدما دوباره اونجا رو کر و کثیفش بکنن. و باز نباید خم به ابرو بیارید، باید لبخند بزنید. شوخیه؟ نه جدی دارم. ببینید یه سری تعطیلات هستن مثل تعطیلات عید و نمیدونم نوروز و بهار و تابستون و آخر هفته و شب یلدا. شما نه تنها این تعطیلات رو ندارید و نمیتونید برید، بلکه باید اینجا حضور داشته باشید و کارتون اینجا دو برابر هم هست. حتی اگه بیمار باشم نمیتونم. حتی اگه بیمار باشید هم باید کار کنید. میریم سراغ دستمزد. با تمام شرایطی که بهتون توضیح دادم، حالا سخت یا غیر سخت، شما رقم پیشنهادیتون چقدره؟ اونم بالای 7-8 میلیون باشه اینجوری که میگه. با این توضیحات خب فکر کنم باید رقم بالایی داشته باشه. دیگه تو 5 میلیون کمتر نمیشه. خیر، اصلا هیچ کاری نیستش که در این حد باشه. فکر نکنم مبلغ خاصی بشه گفت برای این کار. باید بهتون اعلام کنم تو این شغل مطلق حقوقی به شما پرداخت نمیشه. ببخشید، خب شخص باید خیلی دیوانه باشه که واسه این کار چه آگهی زدید. حالا با تمام این شرایط این شغل رو قبول میکنید؟ نه. و اگه الان بهتون بگم با همه این شرایطی که بهتون گفتم و بدون یک ریال پول، خیلی آدم ها هستن که دارن این کار رو انجام میدن، باورتون میشه؟ هستن کار میکنن؟ دارن کار میکنن. یه نفرم نه، میلیاردها آدم توی کره زمین با این شرایط و بدون یک ریال پول دارن کار میکنن. حتما خیلی مهربونه. میخوام بدونین کیان؟ کیان؟ مادر. کودکان درک کنن بچه ها. مادرها که یه عمری زحمت میکشن آخرشم موزید نمیگیرم. از اینکه من به سرشم شخ رو سفیدش نکردم.